با سلام به بینندگان عزیز جوناس تیوی، من ماشاءالله رزمی برای برنامه فارسی امروز به مدت یک ساعت و نیم در خدمت شما خواهم بود. هموطنان عزیز، صحبت امروز ما در مورد کنفرانس ژنو دو راجع به آینده جنگ داخلی سوریه خواهد بود. هموطنان عزیز، حتما طی هفته جاری در اخبار عمومی تحرکات متعددی را برای برگزاری کنفرانس ژنو دو که درباره جنگ داخلی سوریه تصمیم خواهد گرفت شنیده اید. من امروز سعی خواهم کرد خلاصه مطالب و تفسیرهایی را که در مطبوعات فرانسه راجع به این کنفرانس و چگونگی برگزاری آن و احتمال موفقیت شکست آن برای شما توضیح خواهم داد. مقدمتا بگویم که جمهوری اسلامی به کنفرانس ژنو دو دعوت نشده است. اولا چرا اسم این کنفرانس را کنفرانس ژنو دو گذاشتند، در حالی که نه در شهر ژنو بلکه در شهر مونترو در 150 کیلومتری ژنو در سوئیس برگزار خواهد شد؟ اما از این جهت نام آن را ژنو دو گذاشتند که شرط شرکت در کنفرانس فعلی که کنفرانس در مونترو در سوئیس برگزار خواهد شد پذیرفتن قطعنامه نهایی ژنو یک یا کنفرانس ژنو است که قبلا در ژنو برگزار شده بود. در اون کنفرانس تصمیم گرفته شده است که اسد و خانوادهش نباید در حکومت انتقالی سوریه نقش داشته باشند. بنابراین کسانی که نتایج قطعنامه کنفرانس ژنو یک را نپذیرفتند برای کنفرانس ژنو دو دعوت نمی شوند. و جمهوری اسلامی کشوری است که همواره با کنفرانس ژنو یک و تصمیمات آن مخالفت کرده و اکنون علارغم میل باطلیش نمی تواند در آن شرکت بکند. برای جمهوری اسلامی نیز دعوتنامه فرستاده نشده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته است که ایران می تواند در حاشیه کنفرانس حضور داشته باشد و در تصمیم گیری ها به نوعی نقش بازی بکند. اما جواد شریف وزیر خارجه ایران اعلام کرده است که ایران در صورتی در کنفرانس ژنو شرکت می کند که رسما به اون کنفرانس دعوت بشود، که تا به حال نشده است. قرار است کنفرانس روز 22 ژانویه یعنی سه روز دیگر در شهر مونترو سوئیس برگزار شود. دیروز گروه های مخالف بشار اسد بعد از دو روز جلسه فشرده در استانبول تصمیم گرفتند که در کنفرانس ژنو دو شرکت بکنند و این یک نقطه عطف برای این کنفرانس محسوب می شود، چون قبلا حد زده می شد که گروه های مخالف اسد حاضر نخواهند شد با نمایندگان رژیم اسد در ژنو دور یک میز بنشینند، ولی به هر حال با خواست کشورهایی که از گروه های مخالف اسد حمایت می کنند آنان نهایتا تصمیم گرفتند که در این کنفرانس حضور داشته باشند. در این حال مخالفان اسد شدیداً با شرکت ایران در این کنفرانس مخالف می باشند، زیرا معتقدند که وضعیت فعلی در سوریه و جنگ داخلی و دعوایی که بین شیعه و سنی در سوریه به راه افتاده مستقیما به جمهوری اسلامی مربوط می شود و جمهوری اسلامی عامل تداوم این جنگ و کشتار مردم در سوریه بوده است. گفتنی است که طبق آمار سازمان ملل متحد تلفات جنگ داخلی سوریه
از 130 هزار نفر فراتر رفته است. البته گروه های مخالف رقم های بیشتر از این را بیان می کنند، ولی در هر صورت 130 هزار نفر خود یک رقم بزرگی است. در مورد تلاش ایران برای شرکت در این کنفرانس، می دانیم که جواد شریف به سوریه رفت با رهبران فعلی سوریه، با اسد و وزیر خارجه آن کشور ولید معلم دیدار کرد و سپس برای کسب تکلیف یا مصلحت جویی شریف، جواد شریف همراه با ولید معلم با هم به مسکو رفتند تا با روسها در این رابطه مشورت بکنند و به نوعی از آنها بخواهند که در مورد شرکت ایران در کنفرانس ژنو دو پافشاری بکنند. روسها البته خواهان شرکت ایران در کنفرانس ژنو دو بودند، ولی در عین حال نمیخواهند که حضور ایران باعث شود که دیگران در آن شرکت نکنند. عربستان سعودی و گروه های مخالف اسد شدیداً با حضور ایران مخالف هستند و میگویند ایران خود عامل این دعوا هست و نباید در این رابطه دخالت بکند. دخالت های ایران باعث شده است که این جنگ به این وضع کشیده بشود. حال کنفرانس تقریباً قطعی شده است که روز 22 ژانویه تشکیل خواهد شد. اگر اتفاق خاصی نیفتد و به اصطلاح موضوع جدیدی غافلگیرانه مطرح نشود، این کنفرانس در مونتروی سوئیس برگزار خواهد شد. هدفی که این کنفرانس تعریف می کند برای شرکت کنندگان یکسان نیست. دولت بشار اسد و طرفداران او میگویند ما به ژنو نمی رویم که در مورد واگذاری حاکمیت به مخالفان در اونجا بحث بکنیم. در عین حال مخالفان میگویند ما به ژنو نمی رویم که با نشستن دور میز با نمایندگان اسد به اون رژیم که دستش تا آرنج در خون مردم آلوده شده است مشروعیت بدهیم. هدف گروه های مخالف از رفتن به کنفرانس ژنو بیشتر در واقع تدارک دولت انتقالی است که معتقدند اسد و خانوادهش نباید در دولت انتقالی حضور داشته باشد. هدف سوریه نیز با رفتن به این کنفرانس به نوعی در واقع تحت فشار روس‌ها بوده و می‌دانند که این وضع نمی‌تواند در دراز مدت ادامه پیدا بکند. فعلا تقریبا سوریه به یک کشور ویرانه تبدیل شده. یک چهارم جمعیت آواره شدند. تعداد جابجا شدگان از 5 میلیون نفر گذشته است و 2.5 میلیون نفر به خارج از سوریه پناه بردند. از این عده حدود 1 میلیون نفر در اردن هستند، بیش از 0.5 میلیون نفر در ترکیه هستند، حدود 1 میلیون نفر در اردن در لبنان هستند و حال با در نظر گرفتن اینها کسانی را که امکان داشتند به کشورهای اروپایی یا سایر کشورهای عربی حتی به الجزایر مسافرت بکنند در این رابطه به حساب نیاوردیم. یا کردهایی که از کردستان سوریه به کردستان عراق رفتند در این آمار نگنجیدند. در مجموع 5 میلیون نفر از خانه های خود آواره شدن یا در داخل سوریه یا در کشورهای همسایه و خارج کشور و از این عده 2.5 میلیون نفر رسما به عنوان پناهنده در کشورهای لبنان، اردن و ترکیه مستقر شدن. مسئله آوارگی جای خود دارد، ولی قحطی و سرما
آنهایی را که جابجا نشدند بیش از همه تهدید می کند. سازمان ملل متحد اعلام کرده است که اگر به زودی به محاصره شده ها در سوریه کمک های انسانی نرسد، امکان شیوع بیماری های ناشی از عدم بهداشت و کم غذایی وجود دارد و همچنین امکان دارد که تعداد زیادی افراد از جمله کودکان از گرسنگی تلف بشوند. هدف مردم عادی که نسبتاً امید بستن به کنفرانس ژنو دو این است که این کنفرانس به نوعی امداد رسانی به محاصره شدگان را امکان پذیر سازد و کمک های انسانی و مواد غذایی سازمان ملل متحد به دست مردم که در میان دو آتش در اغلب موارد افتاده اند برسد. ظاهرا در اثر فشار روسیه به دمشق، رژیم اسد پذیرفته است که نوعی کریدور انسانی را بپذیرد و اول محموله های مواد غذایی به منطقه قطاع در نزدیکی دمشق که در محاصره ارتش اسد هست دیروز رسیده است. در هر صورت جنگ داخلی سوریه به غیر از این قحطی و گرسنگی و بیخانمانی که به بار آورده به کشورهای همسایه نیز سرایت می کند. در حال حاضر لبنان تقریبا متاثر شده از این جنگ و جنگ بین شیعه ها و سنی ها در شهرها و مناطق مختلف لبنان عملا به وجود آمده است. انفجارهای بسیار پرتلفات و همچنین درگیری های گروه های نظامی بین سنی ها و علوی ها در لبنان کاملا روزمره شده است. این مسئله همچنین به عراق نیز گسترش پیدا کرده و بخشی از سنی های عراق عملا مبارزه خود را در سوریه و عراق هماهنگ می کنند و قدرتگیری سنی ها در عراق به ویژه در محله در استان الانبار، شهر رمادیه و فلوجه ناشی از همین امکاناتی بود که در سوریه به وجود آمده است. شمال شرقی سوریه عملا تحت کنترل گروه داعش یا دولت اسلامی عراق و شام که مخفف آن داعش می شود قرار دارد و آنها از اون طریق، یعنی از طریق به دست آوردن سلاح هایی که در سوریه در اختیار مخالفان است یا از پادگان های دولتی گرفته می شود نیروهای خودشان را در عراق تجهیز می کنند و با دولت عراق درگیر می شود. امکان گسترش این جنگ به اردن نیز به صورت جدی وجود دارد. بنابراین اغلب حامیان گروه های مخالف اسد خواهان به نوعی کنترل این جنگ و جلوگیری از گسترش بیشتر آن در منطقه هستند. فعلا تغییر خاصی در شرایط جبهه دیده نمی شود، ولی پیشرفت هایی که در ماه دسامبر ارتش سوریه در جبهه های مخالف داشته است از اول سال جاری مسیحی، یعنی از تقریبا 3 هفته پیش متوقف شده است. این متوقف شدن پیشرفت های ارتش سوریه مربوط به آن است که هزاران نفر از مخالفان اسد که در اردن آموزش نظامی دیده و مسلح شده بودند به جبهه ها اعزام شده اند و به ویژه جبهه های نزدیک به شهر دمشق را تقویت کرده اند و در منطقه قطاع ضربات سختی به ارتش سوریه وارد کرده اند. دولت سوریه تجهیز مخالفان در منطقه قطاع را به نوعی با برنامه ریزی و هماهنگی قدرت‌های خارجی تلقی می‌کند و در تبلیغات خود
در واقع به این مسئله انگشت می‌گذارد. از طرف دیگر دولت عربستان سعودی امکانات جدیدی در اختیار مخالفان گذاشته، از جمله موشک‌های با برد 60 کیلومتر در اختیار آنها قرار داده است و این تجهیزات و نیروهای تازه نفس که از اردن به جبهه ها رسیدند باعث شده است که مواضع مخالفان رژیم تقویت شود و اون وضعیتی که در ماه گذشته وجود داشت تغییر یابد و اکنون به نوعی در جبهه ها تعادل برقرار هست و این هم یکی از عواملی بود که طرفین با حالت برابر به کنفرانس ژنو دو می روند. در ماه گذشته که ارتش در حال پیشروی بود و مناطق اپوزیسیون مناطق مخالفان اسد عمدتا تحت آتش قرار داشت، آنان نمی خواستند در کنفرانس ژنو شرکت بکنند، به خاطر اینکه می گفتند شرکت در کنفرانس از موضع ضعف عملا به نفع رژیم اسد تمام خواهد شد و ما نمی خواهیم که این رژیم در این رابطه کسب مشروعیت بکند. اما حالا شرایط تقریبا متعادل شده است. از طرف دیگر مسئله گروه داعش یا دولت اسلامی عراق و شام که در سوریه فعال بود و حامیان گروه های مخالف را نگران کرده بود، زیرا همین گروه به چند مرکز تسلیحاتی ارتش آزاد سوریه حمله کرد و سلاح‌هایی را که کشورهای حامی مخالفان اسد در اختیار ارتش آزاد سوریه گذاشته بودند به دست آورد و از آن سلاح‌ها استفاده کرده و مناطقی را تحت اشغال خود درآورد. مردم از این گروه وحشت داشتند به خاطر اینکه گروه‌های اسلامی افراطی عملاً در ملأ عام سر می بریدن و بیرحمانه اسرا را جلوی چشم مردم تیرباران می کردن، می کشتن و علاقمندی در مورد اینها وجود نداشت و در مناطقی که در اختیار این گروه قرار داشته و هنوز بعضی از مناطق شمال شرق سوریه در اختیار آنهاست، مردم از روی ناچاری در واقع در مقابل آنها سکوت می کردن ولی مورد قبول آنها نبوده است. بین طبق نوشته روزنامه های فرانسوی با موافقت دولت عربستان سعودی و ترکیه جبهه اسلامی سوریه که به تازگی تشکیل شده است و از گروه های عموماً سوری و به نوعی مخالف القاعده و داعش هستند، خواسته شده که گروه داعش را از سوریه بیرون بکنند. به همین جهت درگیری های شدیدی بین جبهه اسلامی و گروه داعش که اسلامیون افراطی هستند در حلب و بعضی از مناطق دیگر جریان داشت و همچنان جریان دارد، ولی داعش قادر نیست در دو جبهه، یعنی هم در جبهه عراق و هم در جبهه سوریه بجنگد. بنابراین آنها نیز مجبور شدند به نوعی مواضع خود را در سوریه تخلیه بکنند و نیروهای خود را عمدتاً به فلوجه و رمادی منتقل بکنند تا بتونن مواضع خودشان را در عراق تقویت بکنند و آنها را در کنترل خود نگه دارند. مسئله که در اینجا مطرح است، کنفرانس ژنو دو آیا امکان موفقیت دارد یا ندارد؟ همچنان که در آغاز صحبت گفتم، شرکت کنندگان در کنفرانس ژنو دو هر کدامشون با ایده خاص و با هدف خاصی در این کنفرانس شرکت می کنند. خانم بسمه کدمانی که از رهبران مخالفان رژیم اسد می باشد و در یک دوره نیز از مسئولین
گروه مخالف اسد محسوب میشد، اخیرا طی مصاحبه با روزنامه، یعنی امروز با طی مصاحبه با روزنامه ژورنال دو دیمانش فرانسه گفته است که اگر کنفرانس موفق بشود آتش بس را به طرفین بقبولاند و کریدور انسانی برای رساندن کمک به مردم بیدفاع ایجاد شود و همچنین زندانیان بین دو طرف مبادله بشوند، می شود گفت که کنفرانس موفق بوده است. یعنی آنها انتظار ندارند که سرنوشت سوریه در یک کنفرانس به طور کامل تعیین بشود، ولی معتقدند که اگر این کنفرانس موفق بشود که آتش بس برقرار بکند و مسئله کمک رسانی به محاصره شدگان و همچنین مبادله زندانیان توافق ایجاد شود، کنفرانس موفق ارزیابی خواهد شد. بعدا میتوان البته در مورد دولت انتقالی و ترکیب دولت انتقالی در کنفرانس های بعدی تصمیم گرفت. مسئله این است که اگر در کنفرانس ژنو به نوعی برای مسئله سوریه راه حل دیپلماتیک پیدا بشود، کلیه سرمایه‌گذاری های جمهوری اسلامی طی 3 سال گذشته در جنگ داخلی سوریه عملا برباد خواهد رفت. میدانیم که از 2 سال پیش عملا سپاه پاسداران جمهوری اسلامی با اعزام نیرو، همچنین با دادن تدارکات در واقع متعدد به رژیم و ارتش اسد و پرداخت حقوق نظامیان رژیم اسد، عملا از نظر سیاسی، نظامی، اقتصادی و امنیتی از هر نظر به بقای رژیم اسد کمک کرده است و رقم این کمک ها به اصطلاح در قبل به رقم های 17-18 میلیارد دلار ارزیابی شده است و برای سرپا نگه داشتن پول رژیم اسد نیست. جمهوری اسلامی در حالی که خود در محاصره اقتصادی بوده و عملا قادر به فروش نفت برای اداره امور کشور نبوده است، عملا توانسته است یا خواسته است که ذخیره های خود را برای بقای رژیم اسد خرج بکند و حالا که در کنفرانس ژنو جمهوری اسلامی شرکت داده نمی شود، بدون حضور جمهوری اسلامی در مورد آینده سوریه تصمیم گیری خواهد شد و بازنده اصلی در این میان جمهوری اسلامی خواهد بود که سالهای سال در سوریه برنامه ریزی کرده بود و طی 3 سال گذشته با تمام توان خود در آنجا درگیر شده است. در این رابطه می شود گفت که مثل همه کارهای جمهوری اسلامی، زمانی که امکان در واقع مذاکره و قطع اقدام فراهم بوده، جمهوری اسلامی با ارزیابی های ایدئولوژیک و با حساب های ژئوپلیتیک که فقط خودشان به آن پایبند هستند و دیگران آنها را جدی نمیگیرند، عملا خود را درگیر کرده و امروز تنهای تنها صد تا روسیه که در این رابطه پشتیبان رژیم اسد و همراه جمهوری اسلامی بوده است، در رابطه با کنفرانس ژنو 2 بیشتر با آمریکایی ها هماهنگ است. روز 13 ژانویه کشورهای حامی مخالفان رژیم اسد که 11 کشور هستند، کشورهای اروپایی و کشورهای عربی، در پاریس کنفرانس بزرگی تشکیل داده بودند. در این کنفرانس راجع به چگونگی تشکیل کنفرانس ژنو 2 تصمیم گیری شده و همچنین در مورد
مسئله رساندن کمک به محاصره شدگان تصمیمات اتخاذ شده است. بعد از پایان کنفرانس کشورهای دوست سوریه که در واقع حامیان گروه های مخالف اسد هستند، جان کری با لاوروف وزیر خارجه روسیه که در مسکو بوده دیدار داشته و در مورد چگونگی برگزاری کنفرانس ژنو با هم توافق کردند. امکان دارد به لحاظ دیپلماتیک موضع‌گیری های دو طرف نسبت به این کنفرانس متفاوت باشد، ولی روی اصول کلی با هم توافق کردند. روسیه از یک طرف میخواهد حمایت خود را از رژیم اسد ادامه بدهد، ولی از طرف دیگر نگران ادامه جنگ داخلی در سوریه است. همکنون گفته میشود که صدها نفر از مسلمانان روسیه به ویژه از داغستان، چچنی و کشورهای یا خودمختاری های دیگر مسلمان روسیه در سوریه همراه با اسلامیون افراطی به ویژه با گروه داعش رابطه تنجاتنگی با گروه القاعده دارد و اساساً داعش در عراق به القاعده عراق معروف است، روابط نزدیکی دارند و روسیه نگران این است که اگر اسلامیون افراطی در اینجا تقویت بشوند و این عده که از ایالت‌های مختلف روسیه برای جبهه‌های سوریه آمدند، بعد از بازگشت می توانند امنیت روسیه را به شدت مورد تهدید قرار بدهند. هرچه این جنگ بیشتر طول بکشد، عواقب آن دامن همه را خواهد گرفت. حتی اروپایی ها نیز نگران از حضور مسلمانان اروپایی در این جنگ هستند. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه به مناسبت در واقع سال نو دیداری با نمایندگان مطبوعات داشت و در آن مصاحبه اعلام کرد که طبق اطلاعاتی که سازمان های امنیتی تهیه کردند، همکنون 700 نفر از جوانان مسلمان فرانسوی در سوریه علیه رژیم اسد می جنگند و این عده امکان دارد بعد از پایان این جنگ به اصطلاح برای خود فرانسه نیز مشکل آفرین باشند. همین رقم در مورد آلمان و اسپانیا و جاهای دیگر نیز کم و بیش صدق می کند و انگلستان مخصوصا در این رابطه بسیار مطرح است و همه اینها تلاش میکنند که جلوی ادامه این جنگ گرفته شود، به خاطر اینکه جبهه سوریه به نوعی به آموزشگاه گروه های تروریستی تبدیل می شود و این گروه های افراطی اسلامی افراد خود را برای تجربه اندوزی و آموزش جنگی دیدن به اونجا می فرستن و بعداً به مناطق دیگر منتقل می کنن. حال روسیه و آمریکا با اهداف جداگانه‌ای مسئله سوریه را می خواهند از راه های دیپلماتیک حل بکنن. روسیه به این خاطر که معتقد از هر چه زودتر آمریکایی‌ها از منطقه بروند به نفع روس ها هست، بنابراین هرچه آمریکایی ها کمتر در سوریه درگیر بشوند به نفع اون هاست که آمریکایی ها تعهد کمتری در منطقه خاورمیانه داشته باشند و از اینجا بروند و آمریکایی ها از این نظر نمیخواهند بیشتر در این منطقه بمانند، به خاطر اینکه جنگ های قبلی در عراق و افغانستان برای آمریکایی ها بسیار دردآور بوده و همچنین تصمیم آمریکا برای انتقال نیروهایش به آسیای جنوب شرقی یک تصمیم استراتژیک است و نمیخواهد در این رابطه درگیر بشود. اخیراً
کتاب‌های متعددی در مورد منفعل بودن آمریکا در منطقه خاورمیانه نوشته شده است. در این کتاب‌ها گفته می‌شود که آمریکا در حال عقب نشینی از منطقه خاورمیانه است و بعضی از کارشناسان آمریکایی می‌گویند که این به معنی ضعیف شدن آمریکا نیست، بلکه به خاطر تغییر اوضاع بین المللی و مناطق دیگر حساس‌تر از منطقه خاورمیانه شدند. ما قبلا در همین تلویزیون صحبت کرده ایم و روی مسئله گفته شده است که آمریکا طی سالهای گذشته بیش از آن که سودی از منطقه خاورمیانه ببرد خود را در این رابطه درگیر کرده است و رژیم‌های ارتجایی و ضد مردمی منطقه خاورمیانه نیز هر روز مسئله جدیدی را به وجود آوردند و دولت آمریکا را به اصطلاح بیش از پیش یا به حمایت از خود در واقع به اینجا فراخواندند یا از طریق جنگ طلبی آمریکا را وادار کردند که به نوعی در منطقه حضور نظامی بیشتری داشته باشد. این وضعیت در حال تغییر کردن است و آمریکایی ها می خواهند به نوعی مسئله سوریه از راه های دیپلماتیک حل بشود و آنها در این رابطه درگیری نظامی چشیده نشوند. مسئله عربستان سعودی و تصمیماتی که اخیراً عربستان سعودی گرفته و رقابت‌های که عربستان سعودی با قطر در جبهه‌های سوریه دارد بسیار مهم هستند. در این رابطه کمتر مطلب نوشته می‌شود، ولی واقعیت‌ها این است که در گذشته قطر از اخوان المسلمین حمایت می‌کرده و ستون اصلی مخالفان رژیم اسد نیز اخوان المسلمین سوریه بودند. ولی بعد از شکست اخوان المسلمین در مصر و همچنین عقب نشینی اخوان المسلمین در رابطه با تونس که دولت اخوان المسلمین در آنجا استعفا داده و به جای آن یک دولت تکنوکرات یا غیر ایدئولوژیک روی کار می آید و همچنین مشکلاتی که اخوان المسلمین و حزب AKP اردوغان در ترکیه پیدا کرده است، عملا مسئله مواضع قطر تضعیف شده و عربستان سعودی همواره مخالف گروه های اخوان المسلمین بوده، البته نه از طریق شیوه های دموکراتیک و مدرن، بلکه مخالفت عربستان با اخوان المسلمین دقیقا از موضع افراط‌گرایی اسلامی بوده است. در هر صورت تغییر حاکم قطر، که حاکم قطر تحت فشارهای عربستان و آمریکا و دیگران عملا قدرت را به پسر خود تمیم واگذار کرد و خود را بازنشسته نمود. بعد از اینکه تمیم روی کار آمده، مثل با احتیاط در رابطه با مسائل خارجی برخورد می کند و مثل پدرش همه جا به حامی اصلی اخوان المسلمین تبدیل نمی شود. اما عربستان سعودی موفق شده است که به نوعی با به حاشیه راندن قطر نفوذ خود را در میان مخالفان رژیم اسد افزایش بدهد و از جمله نفوذ در واقع تشکیل جبهه اسلامی سوریه بوده است. جبهه اسلامی که از چند گروه اسلامی تشکیل شده عمدتا به اصطلاح تحت حمایت عربستان سعودی قرار دارند. گفتنی است که گروه های مخالف رژیم اسد و همچنین جبهه مخالفان در صحنه جنگ داخلی اسد به عروسک روسی شباهت دارند،
که از درون هر کدوم گروه دیگری بیرون می آید. می دانیم که قبلا جبهه آزاد، ارتش آزاد سوریه نیروی اصلی در سوریه محسوب می شد، ولی با قدرتگیری داعش و حملاتی که داعش به ارتش آزاد نمود و همچنین عدم حمایت قطر از از ارتش آزاد سوریه و تحولات دیگر باعث شد که مواضع ارتش آزاد سوریه تضعیف بشود. در عوض عربستان سعودی کوشید گروه های اسلامی را تحت عنوان جبهه اسلامی متحد بکند و به نیروی اصلی مسلح مخالفان در سوریه تبدیل نماید. همکنون این گروه اسلامی یا جبهه اسلامی سوریه که از ائتلاف چند گروه اسلامی تشکیل شده است، تحت کمک‌های مالی و مادی عربستان سعودی پیشرفت‌های چشمگیری به دست آورده است. همه گروه کسانی که از مخالفان اسد حمایت می‌کنند و 11 کشوری که حامی مخالفان رژیم اسد محسوب می‌شوند و روز 13 ژانویه در پاریس جلسه داشتند، روی دو نکته با هم توافق دارند. این دو نکته عبارت است که اسد و خانوادهش در آینده سوریه نقشی نداشته باشند. دوم اینکه القاعده و گروه های وابسته به آن مثل داعش در قدرت قرار نگیرند و دولت آینده سوریه و دولت انتقالی دولتی باشد که با رژیم اسد و با گروه های اسلامی افراطی مبارزه و مخالفت خواهد کرد. این مسئله مطرح است و در مصاحبه خانم بسمه کدمانی نیز روی مسئله تاکید شده است که اگر مسئله برکناری اسد و خانوادهش از قدرت در کنفرانس ژنو متحقق بشود، البته نه در کنفرانس فعلی بلکه در کنفرانس های بعدی، در اون صورت امکان همکاری و یکی شدن ارتش آزاد سوریه با ارتش حکومتی سوریه برای مبارزه با القاعده و داعش در سوریه وجود دارد. آمادگی ذهنی از هر دو طرف وجود دارد که در صورت توافق سیاسی برای یک دولت انتقالی و برکنار کردن اسد و خانوادهش از قدرت، نیروهای ارتش و همچنین ارتش آزاد سوریه متحدن برای بیرون کردن گروه های القاعده و داعش از سوریه مشترکاً وارد عمل بشوند و این مسئله هم از نظر افکار عمومی پذیرفته شده است و هم گروه های حامی مخالفان اسد خواهان این مسئله می باشند. تنها رژیم اسد است که فعلا روی اسلامیون افراطی حساب می کند و مستقیم و غیر مستقیم می کوشد اونها را تقویت بکند تا به نوعی بقیه مخالفان را خونسا نمایند، زیرا در اون صورت رژیم اسد با یک تیر دو نشان می زند. اول اینکه به دست داعش که عمدتاً از نیروهای عراقی و خارجی هستند که در سوریه عملیات نظامی انجام می دهند، به دست آنها مخالفان جدی خود را که از اهالی سوریه هستند از میان بر می دارد، و دوم اینکه با قدرتگیری داعش در سوریه به رژیم‌های اروپایی و حامیان مخالفین میگویند که شما چیزی که میخواهید همین ها هستند، یعنی آدمخوارانی که به نام اسلام در روز روشن گردن میزنند و میخواهند که جامعه سوریه را به 1400 سال پیش برگردانند. در هر حال طی بحث هایی هم که در هفته های گذشته وجود داشته، مسئله روابط
مشخص گروه های افراطی اسلامی با رژیم اسد مطرح شد. از جمله اینکه این گروه از ابتدا اعلام کرده بود که هر کس در کنفرانس ژنو شرکت بکند خائن است و ما با آنها در داخل سوریه به عنوان خائن برخورد خواهیم کرد و به سزای اعمالشان خواهیم رساند. و میدانیم که این خواست اصلی اسد بود که مخالفان در کنفرانس ژنو شرکت نکنند و به نوعی سرنوشت آینده سوریه بدون شرکت گروه های مخالف رقم بخورد. همچنین ارتش سوریه در موارد متعددی عملا پادگان هایی را با تسلیحات کامل تخلیه کرده و در رها کرده است تا داعش آنها را در اختیار خود بگیرد و به نوعی غیر مستقیم از این طریق داعش را مسلح و به دیگران مسلط کرده است. حال وضعیتی که در عراق به وجود آمده است بخشن در واقع دیپلماتیک است، ولی هنوز در رابطه با این مسئله که گروه هایی که در کنفرانس ژنو شرکت می کنند آیا نمایندگان واقعی کسانی هستند که در جبهه های داخلی با هم با رژیم جنگ می کنند یا نه، این مشکل اصلی بوده. ولی کنفرانس مخالفان که دیروز و پریروز در استانبول برگزار شده بود و نهایتاً با 58 رأی از 75 نفر شرکت کننده در جلسه تصمیم گرفتند که در کنفرانس ژنو دو شرکت بکنند و این البته بخشن به خاطر این بود که موازی با این کنفرانس دیگری از مخالفان رژیم اسد، مخالفان نظامی عمدتاً کسانی که در جبهه جنگ می‌کنند در آنکارا تشکیل شده بود و این عده قبل از کنفرانس استانبول تصمیم گرفتند که برای ایجاد تغییر در وضعیت فعلی کنفرانس را تایید بکنند و شرکت در کنفرانس ژنو دو را ضروری بدانند. بنابراین نظر به این که هم کنفرانس نیروهای مسلح مخالف رژیم اسد موافق شرکت مخالفان در کنفرانس ژنو بودند و هم ائتلاف مخالفان اسد که عمدتاً کادرها و احزاب سیاسی هستند اینها تصمیم گرفتند در کنفرانس شرکت بکنند، به نوعی میتوان گفت که این عده، یعنی همین ائتلاف مخالفان رژیم اسد به رهبری احمد جبرا، نماینده همون نیروهایی هستند که در جبهه‌های جنگ رویارو با رژیم اسد در حال جنگ هستند و اون اختلافاتی که قبلا وجود داشت در این رابطه عملا از بین می رود. یعنی کسانی که در جبهه‌های جنگ هستند موافق شرکت هستند و از طرف دیگر گروه های سیاسی که در ائتلاف مخالفان گرد هم آمدند رأی به شرکت در کنفرانس دادند و مشروعیت دارند که در این کنفرانس از حقوق ملت سوریه دفاع بکنند. حال البته کسان دیگری در رابطه با این مسئله کارشکنی خواهند کرد، از جمله ایران و حزب الله که به هر حال نیروی بیشتری در جبهه ها واریز می کنند و سعی می کنند تعادل قوا را به هم بزنند و به نفع رژیم اسد اقداماتی انجام بدهند. ولی رژیم اسد حتی در صورت موفقیت های نظامی نیز دیگر از مشروعیت باقی ماندن روی قدرت را نخواهد داشت و ندارد، برای اینکه 130,000 کشته و ویرانی کامل بسیاری از شهرها مثل شهرهای حلب، حمص، لازقیه و بسیاری از شهرهای دیگر و حتی خود اطراف دمشق که ایرانی های سنگینی را
متعمد شده است، دیگر مردم نمی توانند خوناشامی مثل اسد را در قدرت بپذیرند و این شکست بزرگی برای جمهوری اسلامی خواهد بود. شایعاتی در مطبوعات عربی وجود داشت که از قول نمایندگان سپاه پاسداران نقل می شد که آنها گفتند در صورت آزادی افسران سپاه که در اسارت مخالفان رژیم اسد هستند، جمهوری اسلامی داوطلبانه در کنفرانس ژنو شرکت می کند. ولی این مسئله به طور رسمی از طرف دولت‌های دیگر تایید نشده و بحثی در این رابطه انجام نگرفته است. هموطنان عزیز، در اینجا برای چند لحظه صحبت خودم را قطع می کنم. بعد از تنفس کوتاه باز هم در خدمت شما خواهم.